سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالیم که دوباره پیش شما ایم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که دوباره یه فرصت باحال به ما داد کنارتون باشیم، با هم صحبت کنیم، به اشتراک بذاریم این علمو. خیلی دوستتون داریم بچه ها. دیگه زمان برداشت عسل، البته از زمان برداشت عسل خیلی گذشته. ما گذاشتیم یه ذره عسلمون سفت‌تر بشه، رطوبتش کمتر بشه تو این فصل، بیایم برداشتش کنیم. بچه ها قبلا بچه‌ها می‌خواستن مثلا عسل رو صاف کنن، مثلا یه راههای سختی داشت، بعد مومو میشکوندی یا بالاخره اونجوری که می‌خواستی پوکر رو نمی‌تونستی کامل در بیاری، تا اینکه یه دستگاهی ساختن به نام اکستراکتور یا استخراج کننده عسل. بچه‌ها این دستگاه توی بازار به صورت مثلا 4 تایی، 2 تایی یا 6 تایی هستش، موتوردار و دستی هستش. دستگاهی که ما داریم به صورت 4 تایی دستی هست و جنس بدنش هم از استیل فکر کنم، بله استیل هستش. دوستان این دستگاه یه خاصیت خوبی که داره، یعنی میتونین شما بدون اینکه به پوکاتون آسیب بزنین ازش عسل برداشت کنین. خیلی راحته، خیلی راحته و خیلی کمک کرده به ما که دیگه احتیاج نیست مثلا توی یه فصل دیگه موم بافی ضعیفه بخوای بهش برگ موم بدی به زنبور تا ببافه و اونم نمیبافه عقب میفته. شما میتونین با این خیلی راحت عسل رو استخراج کنین، پوکر رو دوباره بذارین واسه زنبور تا زنبور دوباره توش تخم ریزی کنه و با این کار اصلا کندهاتون عقب نمیفته و همیشه رو به پیشرفت هستین بچه‌ها. خب این خوبی این دستگاه یکیش همینه، یکی اینکه شما عسل رو میتونین خیلی راحت صاف کنین، خیلی راحت میتونین اگه دقت کنین شیر جای چی داره راحت میتونین بسته‌بندیش کنین، احتیاج به این ظرف و اون ظرف نداره و اینکه کلا راحته دیگه. بعد اینکه دست میخواین با این دستگاه استخراج کنین حتما حتما باید پولک بکنین. پولک کنی ما توی ویدیو قبل از این میذاریم که چجوری باید پولک روی موما رو بکنین. شما پولک کندین میان میذارین داخل این دستگاه، الان بهتون نشون میدم چجوری، و با چرخوندنش به راحتی این عسل استخراج میشه. نحوه چرخوندن، نحوه برداشتن و گذاشتنش هم الان بهتون میگیم، بریم که ببینیم. خب بچه ها نگاه کنین، این قسمت هایی که کنده شده پولک داشت، ما با پولک کندیمش، اینو نگاه کنین دارن عسلش میریزه، آماده گذاشتن توی دستگاه. بچه دستگاه رو هم دیدین؟ نگاه کنین یه سبد داره، این سبد دو تا 4 تا نگه دارنده داره. شما زمانی که این عسل رو داخلش میذاریم برای اولین دور یه نگه دارنده داره، اگه نگاه کنیم بیفته اون تای شیار داره که نوک قاب میره داخلش. بچه این اولین دور چرخوندن مهمترین بخششه، یعنی شما اگه این اولین دور رو درست نچرخونین هیچ فرقی با قبلا نمیکنه که مومو میترکوندینش و ازش عسل برمیداشتین، چون که کامل موم میشکنه به خاطر سنگینی قابا و میچسبه به بغلا و دیگه قابل استفاده نیست. پس خیلی آروم، خیلی آروم باید شروع کنیم به چرخوندن تا این عسل اول کار آروم آروم ازش خارج بشه، اون سنگینیه کم بشه یه طرف، تا بتونین شروع کنین کم کم تون تون چرخوندن. بچه میبینین این موتور دستی که داره، موتور اتوماتیکش هم هست، برقیش هم هستش. البته من برقیش استفاده نکردم، نمیدونم کنترل سرعت داره یا نه، ولی من جایی که دیدم کنترل سرعت نداشت و وقتی میزدن با سرعت مثل هواپیما شروع میکرد به چرخیدن. اما خوبی این دستی ها اینه که خودتون میتونین آروم آروم شروع کنین به چرخوندن. اگر بشه دید اون بغلاش میبینین که داره عسل میپاشه به در دیوار و به خاطر استیل بودن و سطح لیزش عسل آروم آروم میره به سمت پایین. حالا ما بعدا آخر سر که اینو بازش کردیم بهتون نشون میدیم از چه خطاات تشکیل شده و چجوری عسل ازش اصلا خارج میشه. زیرش یه حالت برآمدگی به سمت بالا داره که این عسل رو کنجها جمعش میکنه، کنج دستگاه جمعش میکنه عسل رو، و به مرور شما میتونید با باز کردن دریچه‌اش عسل رو ازش خارج کنیم. ما کم کم داریم دور اول رو میچرخونیم که این فقط سبک بشه یه ذره. همین تو همین سرعت عالیه. وای میسین یه دور وایسه، بعد دوباره برمیگردون این قابا رو. وای میسین یه دور وایسه، بذارین خودش وایسه. خب دیگه بس، نیا کنین سبک شده اصلا، خالی نشده کامل ولی سبک شده. ما الان بعد اینو برش کردیم دور بعدیش بچرخونیمش تا اون طرف هم خالی شه، بعدن دیگه شما میتونین با سرعت بالا بچرخونین سریع تر کارتون پیش بره. این کار شما تقریبا 99% باعث سالم نگه داشتن پوکا میشه و
ولی اگه سرعتتون میخواد بالا باشه بخواین سریع بچرخونین، امکان خراب شدن و تخریب پوکا خیلی زیاده بچه ها، خیلی. یعنی ما چند بار تجربه کردیم این موضوع رو. ولی الان دیگه میتونین یه ذره سریع تر بچرخونین، چون یه طرف سبکه و دیگه سنگینی به بغلا نداره. چه عطر عسلی هم ماشاءالله. بچه این عسلی هم که میبینین تقریبا دیگه 100% طبیعیه، این عطرش دیگه ما رو گرفته دیگه. بچه ها چرخوندیم، داره الان صداش هم تکنم بشنفین، داره وای میستیم. الان میخواییم دریچه رو باز کنیم و ببینیم این نعمت زیبای خداوند رو. به خدا 100,000 مرتبه شکر، داره عسل هم که میبینین دوستان داره میاد. ما یه دونه توری گذاشتیم به عنوان صافی که تیکای موم یا همون تیکای سرفلک که روش مونده رو بگیره. این بسته‌بندی میشه، آماده میشه، میره انشالله که عرضه بشه. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم، حتما استفاده کنین، انجامش بدین تو خونه. خدا نگهدار.